بعضی از آیات ایمان دارید و بعضی هاشون کافر هستید. او آیه را محکم گرفته که با زن پیغمبر مثل مادرت ازدواج نمیشه. خوبش، پس باید احترام کنی. کی گفته باید احترام کنی؟ ها؟ من دلیل میارم که احترام نمیشه. خود الله، تو بیشتر میفهمی یا الله؟ الله میگه یعنی دو زن بر علیه پیغمبر هستن. الله میگه یعنی دو زن بر علیه دشمن پیغمبر هستن. اگر در دشمنی خود ادامه میدید، قلبتان هم از راه حق که منحرف گشتن. ولی اگر باز کدام کار کنید، الله، صالح مؤمنین، ملائک و جبرئیل طرف محمد است، خبر کرده باشه. عمر میگه که هما عایشه و حفصه. عمر میگه در صحیح بخاری میگه عایشه و حفصه. الله اکبر، الله اکبر. و قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوق. عایشه مادر ما مؤمنان هستم. خب چرا پدرش او را زناکار میدانست؟ من تو رو درخواست میدم بالا بیام. تو میگه مادر ما هستم، مادر عایشه او را فاحشه میدانست، پدرش ابوبکر او را فاحشه میدانست، شویش صلی الله علیه و آله او را فاحشه میدانست. علی کرم الله وجهه مولا. سلام، اجازه بده که حرف بزنم. بشنوید. بله. بله میشنوم. برادر عزیز گوش کنین. بیاین یک معیار قرار بدیم. به خاطر بحث آگاهانه و با منطق استوار، قرآن عظیم الشان یگانه کتابی است که تمیز میکنم بین حق و باطل. ما و شما و یا هر کسی که خود مسلمان میدانه، قرآن عظیم الشان را دستور عمل خود و هدایت زندگی خود میدانه. درست است؟ بسم الله. پس عزیز اگر بحث میکنی با حوصله باش. درام شو پایین، فعلا زیر مفت نزن، میگم مایکت خرابه عزیز. اگر بحث میکنی با حوصله باش. جاکش تو رو من خود درخواست دادم، که بالا بیای، بعد میگی بحث میکنی. فارسی نمیفهمید شما احمقان. مایکت خرابه، تمام شده رفت. مایکت درست کن، اینجا خطبه جمعه هم نخوان. اگر ما میخواهیم بحثی بکنیم، معیار خود را قرآن قرار میدهیم. سر همی گفت فقط باش که معیار ما قرآن هسته. اینا رو مایی که تا درست که دوباره بالا بیا. شما رو از این بعد نمیگم که صبر کن، پایین مندازم گفت خواه میزنم پس بالا میارم، چون نمیفهمید. یک کلمه فقط میگم مایکت خرابه، میگم مایکت خرابه. نفر میگه حوصله کن، میار داشته باشیم. او معیاره نه میار. قبضه نمیتونی با تو ادعای مناظرت داری. اینا رو مایک گوشی چینی خودم مایک شجر که پس بالا بیا. صحبت کن. بله. الان مایک خوب دارم. گوش کن. ما البته میار گفتم، ولی اونقدر عینی که خودت قوی تلفظ میکنی لازم نیست. خب؟ مورد که ما شما صحبت نکنیم، بلی ما تنها ما خودت نیستیم، البته دیگران میشنه. ما گفتم چیزی که خودت نوشته میکنی، توهین میکنی، را به جای نمیرسانه. گفتم قرآن عظیم الشان عایشه صدیقه طاهره را مادر مؤمنان میگن، من مادرم قبول دارم. درست؟ تمام شده رفت. بسیار خوب. انا را یک لحظه. حالا که تو قبول نداری، این معلوم میشه که دیگه تو معیار تو گفته خودت، معیار خودت قرآن نیست. خودش بگو. اجازه بده عزیز من. تو یک رادیو خراب است. تو کجا رادیو گوش کن؟ زدی بیشتر چرا پاسپورت میخوای داو بزنی؟ نه اصلا داود در شان ما در شان ما جماعت نیست، در شان شما است که روی نشته کردی. گوش کن، ما علی را هم جان دل خود دوست داریم، عمر هم جان دل خود دوست داره. چرا از بحث فرار میکنی؟ ولی اینکه تو تگ رفتاری میکنی اجازه بده یک طرفه گپ بزنم. خرابش مگه بزن بفر بی ادب مایک خوب است. بی ادب نگو، بی ادب خود دست که کس دیگه اینم داینم از این شاخه ده او شاخه. ما خوب است، ما که توسط کن بی ادب. عزیزان دل، اولا آمد و بی ادب دیگه نگوی. خب بگو ما که بسته در سال 2024 زندگی میکنی، در کدام سال زندگی میکنی؟ بی ادب، بی ادب خودت. خوب است که بی ادب نه، بی ادب خودت. مایک خوب است که بیاد. با ادب. با ادب. تو بگو بی ادب. ما میگه با ادب است کو. چرا ترس خورده؟ مایک تو بسته کو. بی ادب. با ادب. عزیزان. الله اکبر. مایک تو بسته کو. بی ادب. عزیزان دل، ایشان آمده گفت که ما قرآن را معیار قرار میدیم. یک ساعت سخنرانی کرد، گفت قرآن را معیار قرار میدیم. امی گپ اولش بود. دروغ نگو. یک ساعت نه، یک دقیقه صحبت کن. دروغ نگو.
پیغمبر تو دروغ مگفت ما چرا نکن. خوب دقت کنید عزیزان دل، در کتاب مفتاح الجنه فی الاحتجاج بالسنه، مفتاح الجنه فی الاحتجاج بالسنه، تعلیف خاتمه الحفاظ والمجتهدین مولانا و الشیخ جلال الدین سیوطی. خب در از این کتاب جناب چه می نویسه؟ در صفحه 42 از این کتاب، و اخرج سعید ابن منصور عن عمران ابن حسین انهم كانوا يتذاكرون الحديث فقال رجل دعونا من هذا وجئنا بكتاب الله. دو نفر صحبت میکردن راجع به حدیث، گفتن که یک مردی ما را دعوت کرده فقط به کتاب الله. یک نفر، یک رجل ما را دعونا، راجب اعظمی ما را دعوت کرد و گفت فقط کتاب الله، مثل همین نفری که این بالا آمده میگه فقط کتاب الله. فقال عمر انک احمق، عمر گفت تو کسی که میگه فقط قرآن احمق هسته، با دلیل میاره. اتجد فی کتاب الله الصلات مفسره، اتجد فی کتاب الله الصیام مفسرا، مگه آیا در قرآن تمام احکام نماز هسته؟ آیا در قرآن تمام احکام روزه هسته؟ کسی که میگه فقط قرآن، عمر میگه او یک احمق هستم. خب پس شما تا اینجا در قول عمر یک احمق هستی که میگه فقط قرآن، ولی باز من قرآن بس هست. اجازه است سر؟ نه هنوز ما جوابای تو ندادیم. اجازه است؟ من اجازه است؟ نه خونه آقا داری از من اجازه میگی؟ خودت صحبت میکنی؟ شما پایین میندازم وقتم که حرفم خلاص شد پس بالا بیا، از این بعد اینطوری فایده نداره. نفر میگه اجازه هستم، میگم نه با صحبت میکنم. خب پس چند تا صحبت کرد، من اینا رو جواب بدم پس بالا میارم، اینا رو باید همین کار کنی چون گفه نمیفهمن. حالا ای حال، اول گفت فقط قرآن رو ما میار، فقط قرآن میار قرار میدیم، در صورتی که ما اینجا نشان دادیم که مولای اینها عمر ابن خطاب میگه کسی که فقط میگه قرآن یک احمق هست. یک احمق میاد میگه فقط قوان، قوان میار، مثل از همین کس که بالا آمده میار. پس یک تکه اول کلامش که ما ثابت کنیم که طبق کلام عمر خود از یک احمق هست. اما آمد راجع به عایشه صحبت کرد، گفت خداوند در قرآن عایشه را مادر مؤمنان گفتن. شما که قبول ندارید دیگه ما مشکل شما هست، ما کار نداریم. بذارید من این آیه را برایتان بیارم. و دقت کنید مطلب خود از این مشخص کرد، مطلب من انتخاب نکردم، سوره احزاب آیه 6، مطلب من مشخص نکردم، دقت کنید حرفی بود که خودش شروع کرد. الله عز و جل در سوره احزاب آیه 6، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه و امهاتهم. بسیار خوب، حالا من ایشان درخواست بده، من اینا رو بالا میارم. طبق از این آیه ایشان میگه زن پیغمبر مادر مؤمنان هستن. بسیار خوب، من از خود همین قرآن مطلب دیگه ای را میارم که ایشان او را جواب ده. درخواست بده کجاستین؟ بگیل کرد، بگیل کرد، نفر فهمید که اینجا جای از این کارا نیست، نفر بگلشت با این که موضوعم خودش مشخص کرد. خب درخواست داده، اینا رو باید حتما نمیته یک انگولک کنی، بگل شد، بگل شد، درو درخواست میفرست، الان درخواست فرستاد. خب پس این گفته که الله عز و جل در قرآن گفت که و از واجه و امهات و هم، زن پیغمبر مادرانشان هستن، زن پیغمبر مادران مؤمنین هستن. بسیار خب، حالا من سوال از ایشان این هسته، آیا تمام زنان پیغمبر مادران مؤمنین هستن یا نه؟ سوال من را پاسخ بدم، پاسخ ندم و دوباره پایین میندازم. سوال من پس این هست، خب تمام زنان پیغمبر مادران مؤمنین هستن، قبول داریم؟ اجازه بده بیبی، اول تو برای معیار من زیاد اعتراض گرفتی، اول خودت بگل میگیم، بگل بسیار کسا نمیدون، این معیاری نیست حرف تو، خودت معلوم میشه از سر کوچه حرف میزنی. یک مورد احمق حضرت عمر رضی الله عنه گفته درست است، من در مورد امهات المؤمنین قرآن میارم. پایین دوباره باش،
من میگم ایشا نفهمیدم بگیل معیاری نیست یعنی چی؟ بگیل معیاری نیست تو یک حرفی؟ امیون نیشه میکنن گپ میزنن گپ های خودم میفهمن یا نه؟ بگیل معیاری نیست یعنی چی؟ منظورش از معیاری ادبی هستن؟ که بگیل یک لفظ عامیانه هستن؟ ادبی یک چیز دیگه هستن؟ اگر منظورش لفظ عامیانه هستن چه ربطی در معیاری داره؟ و اصلا سوال ما رو جواب نمیده. سوال ما این هسته، سوال ما این هسته، گپی که خودش زد دیگه. و از ازواجه و امهاتهم، زنای پیغمبر مادرایتان هستن، تمام شده رفت. آیا سوال ما ساده هسته دیگه؟ مگه تو زیاد عیب و ایراد گرفتی؟ زن پیغمبر زنایش مادرایتان هستن، آیا تمام زنا بودن یا نه بعضی هایشی؟ تمام شده رفت. میشنوی؟ بله. راجع به موضوع صحبت کن. وسط عرف مداخله نکن، خوب است؟ اگر آرام صحبت کنی و نتیجه میرسه، ما ای تو نمیرسیم، شاید دیگر را برسه. خب گوش کن. راجع به موضوع در مورد این که من اجازه میدم. از بس بس بس. در مورد این که عایشه صدیقه رضی الله عنها مادر مؤمنان از گفتم در اینجا قرآن معیار میباشد. ما در تمام امور گوش کن. اجازه بده. قرآن تفسیر خودش با خودش است، تفسیر قرآن با احادیث پیامبر علیه السلام اعمال پیامبر است. اجازه بده. خب ما در این مورد تنها گفتم قرآن معیار است. حضرت عمر بسیار شیرین و گل گفته تنها قرآن معیار در کل موارد قبول کنی احمق هستی. این را درست گفته. حالا بیایم امهات المؤمن ازواجهم امهات المؤمن ازواج پیامبر مادر مؤمنین هستند. ما اگر مؤمن هستیم پس مادر ماست. یعنی چی؟ در خانه کس است یک عرف بس است. یعنی چی؟ اجازه بده وسط عرف نکن. در خانه کس است یک عرف بس. اگر کس بخواهد مؤمن واقعی باشه با یک آیت هم میتونه اجازه با یک آیت هم انسان میتونه مسلمان شود. معنای مادر چی؟ گوش کن، مشکل تراشی نکن. اجازه بده. معنای مادر چی که من بگم؟ خب میگم برات اجازه بده. بگو تو داری داستان تعریف می‌کنی. ما یکی مادر داریم. معنای مادر تو وسط حرف ما میپری. امی تو معیار سخن حرف زدنم میدونی؟ با دوستا با در خیابان میری اکثر حرف میزنی؟ اجازه بده یا حیوه الناس یا مردم هم بگی. یا حیوه الناس نیست احمق، تو امیرم حتی گفتن نمیتن. یا حیوه الناس، یا حیوه الناس، تو امیرم حتی گفتن نمیتن. حداقل اگه میخوای گپ سازدان من رو بگیری امور درست بگو. یا حیوه الناس، من ایشان اینا رو درخواست بده دوباره بالا میارم. فقط دما بگه معنای مادر چیه؟ تمام شد، درخواست بده. مطلب بر متوجه شدید معنای مادر چیه؟ خلاص. بله من در آیه قرآن ایمان دارم، اعمال قبل آفرین آفرین خیلی مسلمان شدی، مؤمن شدی. حاله حاله اجازه بده میم ایمان داری. پس عایشه من در از آیه قرآن ایمان دارم و از ازواجه و امهاتهم. خب من در آیه قرآن دوباره میگم ایمان دارم و از ازواجه و امهاتهم. امهاتهم یعنی چی؟ ام یعنی مادر ما هسته، چون مادر ما که گفته نمیشه. مادر ما کسی هسته که ما از او در دنیا آمدیم، این را ام میگن. در اینجا اگر این مادر منظورش یه خواهی رو هیچ کسی قبول نمیکنه. شما از عایشه که در دنیا نیامده، عایشه سلقلقیه بود، از پریود که میشد از باسنش خون میامد، پس این بچه دار اصلا عایشه بچه دار نشد. پس این که میگه زن پیغمبر مادر شما هستم، مادر من خب نیسته، مادر شما هم نیسته، یعنی چی؟ یعنی ازش در دنیا نیامدید. اینا رو سوال من دوباره ساده هسته، معنای مادر چیه؟ گوش کن، خودت آنقدر کوتاه فکر و بی‌منطق صحبت میکنی، یعنی تنها اون مادرت میشه که به دنیا آمدی. اینه جای خودش بگذار. بسه اجازه بده وسط حرفم نپر، وسط حرف نم میخوای من حرف خود دست داشته هم دوستا باید آشکارا تو را بشناسه که تو چقدر منطقت کوتاه است برادر. من خب برادرم گفتم، خب از نظر بشری باز برادر هستم، از نظر باوری برادر نیستیم. به خاطر که تو هنوز یک بار میگی به یه آیت ایمان داری،
یک بار بگی من پسرش نیستم، بعد در کجا گفتم تو پسر معنای مادر چیه قرآن دوی معنای اجازه بده، اجازه بده گوش کن. تفسیر شیعه سنی در مورد آیت نظرشان یکی از، خب چی گفتن مادر علی سکش تو اصلا مو بزرگایت هم شاید قبول نکنه اول ما یکی گفتن تفسیر شیعه سنی نظرش یکی، وقت بده خب وقت بده. این آیت ای را کلی میدانه اون در یک قرن زندگی میکرد، ما به این قرن ایج وقت مادر ایت نیست که ولد شده باشیم، خب مادر ما اون مادر است که ما رو بدونه. چی گفته نه حالا تا چرا اجازه بده تو اینقدر حرف میزنی، ما حق داره حرف بزن اگر دوست نداری جواب بدی. تفسیر مطمئن هستم گوش کن عزیز، یک نوع ترسی است که با خنده میخوای ردش کنی. خدایا این ترس در مقابل ما نمیترسی، در مقابل ما نمیترسی برادر، در مقابل ما سوالی که در ضرر ما دارم میپرسم چرا بترسم؟ 20 دفعه میپرسم میگم که تفسیر شیعه و سنی که تو خواندی مده مردم دروغ میگم، تو سوال جواب بده تفسیر شیعه و سنی میشنای؟ بله بله گوش کن، در مورد این که عایشه صدیقه رضی الله عنها مادر مؤمنین هست، تو مادر تو نیست، پس ما با تو این بس نمی کنم به خاطر تو تو نه تو آیت قرآن منکر هستی، برو تجدید ایمان کن، تجدید ایمان کن، تجدید ایمان کن، باش تفسیرش هم میگم تجدید الله اکبر. کدام الله؟ کدام الله؟ کدام الله؟ الله که خالق جی خدا دست ای که دوستان فقط نوشته کنه تفسیر شیعه و سنی چی گفت الله الله کدام الله رو میگی برادرم؟ الله که رب من تو است؟ نه اون شما موافق نیست، با اون موافق نیست، اجازه بده اجازه بده الله که الله نه 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 من در عایشه صحبت میکنم تفسیر شیعه سنی. آفرین آل یکم اصلاح شدی که از بس نمیبرای، آفرین شیعه سنی چی گفتن؟ از بس نمیبرای خوب است در این مورد. تفسیر شیعه سنی چی گفتن؟ این خنده های تو باعث تفسیر شیعه سنی چی گفتن؟ ناحق بودن رایت است، ناحق بودن رایت است. تفسیر شیعه سنی چی گفتن؟ اینجا جای بس گوش، این گرفت تو ارسال بسر پسر روی خیابان است، از روی خیابان کسی بیا اینجوری حرف نزنه. گفتی از روی خیابان آقا در تحقیل بیاد، آقا درخواست بده. این سوالی که من نپرسیدم تو مطرح کردی که همه میدانن شیعه و سنی گفتن، من اینم این سوال تو را دارم هی میپرسم، میخوام بدانم آقا من نمیدانم تفسیر شیعه و سنی چی گفتن. شما فقط همین یک سوال گبه ده الله میبره، گبه ده فلان میبره، ده بسمدان میبره، تا میگم سوال جواب بدیم موقع تو بان که من جواب بدم. دوباره من میپرسم فقط سعی کنی چند کلمه تفسیر شیعه و سنی چی گفتن تمام، اینه میره جواب بده. بعدش من راجع به الله صحبت میکنم، راجع به پیغمبر صحبت میکنم، راجع به قرآن صحبت میکنم، راجع به زنایش صحبت میکنم، راجع به صحابه صحبت میکنم، تمام چیزها. تفسیر شیعه و سنی راجع به و ازواجه و امهاتهم چی گفتن؟ خب میگذاری آرام صحبت کنیم یا همین پسرهای روی خیابان واری بخندی و بس با قد کنی باز بخندی؟ حالا تو خود میگه من درس خواندم، چی قسم درس خواندی که تحمل دو تا حرف هم نمیتونی بشنوی، تحملش هم نداری بشنوی. آفرین جواب اکثر ما کو تفسیری که خودت انتخاب میکنه کار ندارم، اکثر شیعه سنی اتفاق نظر دارن که عایشه صدیقه و ظاهر امهات ازواج پیامبر امهات المؤمنین به این معناست بعد از ازدواج پیامبر کس حتی خطور نکنه به قلبش به خاطر ازدواجش، یک مورد. از نظر معنا مادر معنوی مؤمنین است، احترامش اکرامش فرض است بالای مؤمنان. اجازه بده اجازه بده پس چند سال زبان چه گیری کرده اپس دوستان عزیز و بزرگوار، بریم با هم دیگه ببینیم تفسیر طبری. معتبرترین تفسیر سنی ها تفسیر طبری هست، معتبرترین تفسیر سنی ها تفسیر طبری هستن. در تفسیر طبری راجع به ازی چی میگن؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه و امهاتهم و هو ابلهم. میگه که اونها آمدند و ایره گفتن که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و هو ابلهم، که پیغمبر پدر شما هست. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم گفت نه من پدر هیچ کدام از شما نیستم. و قوله و ازواجه و امهاتهم،
یقول و حرمت ازواجه و حرمت امهاتهم علیهم. منظور از این که زن پیغمبر مثل مادرتانه، یعنی همون جور که شما با مادرتان ازدواج نمیتانید، با زن پیغمبر هم ازدواج نمیتانید. فی انهن یحرم علیهن نکاحهن من بعد وفات. یک قرآن میگه زن پیغمبر مثل مادرت هسته، یعنی باش ازدواج نمیشه. خب یه گبه که زد، خب دقت کنید. پس تا اینجا دیدیم که در معتبرترین تفسیر سنی ها معنای این که زن پیغمبر مادرتانه، یعنی از حرمت نکاح احترام و ادب و ای چیزا و دیگه و دیگه را نمیرسانه. حرمت نکاح را از معتبرترین تفسیرشان نشان داد، حرمت نکاح. ایشان یک ادعای دیگه کرد، گفت آمده که مادر معنوی تان هستم. گفت شیعه و سنی گفته درسته؟ گفت تفسیرهایی که تو میاری را من نمیدانم، اما شیعه و سنی گفته اولا حرمت نکاح خوبیش من نشان دادم، دوما مادر معنوی تان هستم. اگر دروغگو نیستی خوار دروغگو را من صیغه کنم، اگر دروغگو نیستی تو را بالا میارم، فقط نام تفسیر بگیر. گفتی شیعه و سنی دیگه، یک تفسیر از شیعه بگو، یک تفسیر از سنی، فقط یکی که گفته باشه این آیه یعنی مادر معنوی. اگر دروغگو نیستی، صدایت هم همه شنیدن، اگر دروغگو نیستی فقط یک تفسیر از شیعه بگو، فقط یکی، چون اگر دروغ گفته باشی خوار دروغگو رو من صیغه میکنم. اگر دروغ نگفته 20 دفعه هم گفته که تفسیرای تو رو من کار ندارم، باشه من نمیارم، در اختیار خودت میذارم، یک تفسیر از شیعه بگو که گفته باشه مادر معنوی. خب خب تا اینجا موافقه کردی که بعد از وفات پیامبر علیه السلام نکاح با ایشان حرام است، حتی نیتش هم درست نیست، حرام است، درست؟ موافق هستی؟ صبر کن، صبر کن، من تو را با اینج با این حرف تو را روی سر جایت میشانم. خب فهمیدی تا اینجا؟ قبول داری؟ دوستانم شاهد میگیرم. خب شاهد چی؟ در چی شاهد میگیریم؟ همین تفسیری که نشان داده از طبری، در این موافق هستی که ازدواج با زن پیامبر ازدواج نمیشه؟ ازدواج پیامبر موافق هستی تا اینجا؟ احمق مگم با زن پیغمبر ازدواج نمیشه. قدم بیش میره. احمق با زن پیغمبر یعنی ازدواج نمیشه. حرام است ازدواج کرد. مسلکه با مادرت نمیتونی ازدواج کنی. درست است؟ آره حرمت نکاح رو میرسانم. آفل صبر. پس با مادرت ازدواج کرده نمیتونی. باید اعترافش هم نکنی، توهینش هم باید بکنی، مادر خودت داره برام جوابش. بگو. با این خنده های نمیتونی طرفه بودی. مثلا اگر جرات چه داری بس ادامه میتیم. خب گوش کن، سوال خدا بسرا بگو، دوباره بگو سوال خدا. گفتم که آل مبا مادر خودت که به دنیا آورده تا، دوباره بگو. خب اجازه میتیم گفتن کدام مشکل داری؟ یک حرف دو سه بار تکرار میکنی. نه مثلا تو میشنم، میخوام دوباره همین حرف خدا بگی، همه بفهمن دلیل. من میشنم، من مایکم فعال شده، قبلا فعال نبود. آل فعال آل فعال است، صبر آل فعال است. مگم با مادرت ازدواج کردن نمیتونی؟ اجازه بده، ما عجله ندارم، بسیار از آش کرده کاسه داغ هستی، آرام باش. آی واه واه آقا امی دلیل با مادرت نمیتونی ازدواج، وقتی با مادر خود ازدواج نمیتونی پس اجازه. نباید اجازه کنی. اجازه پس مادرت احترام نمیکنی؟ امی دلیل تو هست یا نه؟ فقط یک کلمه بگم. قطع نکن، با آرام می باشم، حرفتم می شنم، قطع نکن. دلیل خود یک دفعه دیگه بگو. نه بی ادب، تو چی گفتم؟ یا حرفی تا که می زنیم می شنم خوده؟ احمق، یک دفعه دلیل خود بگو که قطع کده. احمق خودت، گوش کن، ادب، گوش کن دوستان عزیز، با ادب باش پادشاهی، با ادب باش پادشاهی کن. پس چرا پیغمبر مردم رو دعوا می زد؟ چرا این گپا تکراری شده نادان؟ بگم مگم احمق هستی، والله حقیقت هست عزیزان دل. پس ما آوردیم که اولا این که میگه زن پیغمبر حرمت نکاح را میرسانه، سنی میاد چی میگه؟ سنی میاد میگه دیدی در سر تو قبولاندم، فقط که شیعه ها اعتقاد دارن میشه با زن پیغمبر ازدواج کرد. با احمق، هر شیعه میدانه اصلا نظر خود ما شیعه ها بجز تفسیر طبری شما، نظر ما شیعه ها این هسته که این آیه حرمت نکاح را میرسانه، این عقیده شیعه هسته. مثل از این میمانه که من شیعه بگم علی امام اول، سنی بگه دیدی در سر قبولاندم، بیره که خود من از قبل آماده کرده بودم نادان.
قبل از اینکه تو نام بگیری من یک تفسیر تو را آماده کرده بودم. چرا؟ چون میخواستم نشان بدم که زن پیغمبر یعنی باش نکاح نمیشم. حالا خوب گوش کن. این میاد چه مثال میزنه؟ میگه که من از این دلیل تو را بند میندازم. همان گونه که تو با مادری که تو را در دنیا آورده ازدواج نمیتانی، یعنی نباید احترام کنی. چقدر سنی احمق هستم. دلیلش را کیف کردید؟ میگه باشه زن پیغمبر مثل مادرت باش ازدواج نمیشه. حالا تو که در خانه با مادرت ازدواج نمیتانی احترامش هم نمی کنی؟ اینی قد احمق هستن. یعنی چون که او هم باش ازدواج نمیشه باید احترام کنی. این احمق نادان عمیق است نمیدانه. خود محمد پدر مادر خدا احترام نکرد. خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم پدر مادر خدا احترام نکرد. چون پدر مادرش کافر بودن. محمد با مادر خود ازدواج میتونه صلی الله علیه و سلم؟ محمد صلی الله علیه و سلم با مادر خود ازدواج میتونست؟ نه. پس چرا احترامش نکرد؟ شما میگید چون کافر بود. پس یعنی در هر حالی که نباید پدر و مادر رو احترام کنیم. احمق. امی دلیل بود تو آوردی یا خدا زده؟ امی دلیل بود تو آوردی اون نادان که باید عایشه رو احترام کنیم؟ دوباره تکرار میکنم. میگه که چون که زن پیغمبر مثل مادرت نمیشه باش ازدواج کنی، همان گونه که تو در خانه با مادرت ازدواج نمیتونی ولی مادرت احترام میکنی، با عایشه هم چون ازدواج نمیشه باید احترام کنی. احمق. اولین کسی که همین قانون را از بین میبره همین چرت و پرت خود پیغمبر صلی و سلم هست. صلی و سلم احترام مادر خود داشت؟ نه. با مادر خود ازدواج میتونست؟ نه. پس چرا اگه ازدواج نمیتونست احترام نکرد؟ احمق. چون شما میگید کافر بود. این که با هر کسی ازدواج نتانیم باید او را احترام کنیم، او احمق. این خود دلیل نشد. دوستان عزیز، هر کسی که ازدواج نتانستید احترام کنید، اونایی که ازدواج میتانید پس احترام نکنید. امی دلیل چی دلیل احمقانه ای هست؟ اصلا این چرت و پرت هست. از این بگذاریم، من فقط پرسان کردم راجب تمام زنهای پیغمبر امی نظر را داره یا نه. درخواست بده. بذارید من دلیل از قرآن آماده کنم. دلیل آماده کرده بودم. بحث از بستی، اما بحث روی الله میبره. سنی شرم نمیشه از الله صحبت میکنه. درخواست بدیم. الان بریم سراغ آیه قرآن. فقط دما بگو که الان این که گفتی مادر ما شنید عرف تشنید اجازه بده من عرف بزنم. عرف تشنیدم تنهای عرف زدی شنید. گوش کن اسم تفسیر بگو. گوش کن حالا بس جای خودش تو برای پیامبر علیه صلات و سلام هم تهمت زدی که مادرش احترام نمیکرد. بفرما در کجا احترام نمیکرد؟ پیامبر علیه صلات و سلام برای صحابه خود توصیه میکرد هرچند پدر مادرت یهودی باشه، بی باور باشه، خدا ناباور باشه، برش احترام کن. تو پس چطور به خود از اونا تهمت میزنی؟ برای خود اون مبارک مثلا اجازه بده. اجازه برای صحابه میگفت. یک صحابه میگفت که پدرم تا هنوز ایمان نیاورده، من اذیتش میکنم، غذا برش کم میتونم، دست پایش بستیم. پیامبر علیه صلات و سلام برش توصیه کرد لازم نیست به خاطر ایمان آوردنش پدر مادر تو رو به دنیا آورده به احترام پدر اجازه بده. اجازه بده. تو چرا حرف می ما واسه حرف من اجازه نمیده؟ من قطع می کنم. یاد نکش من تو رو قطع نمی کنم، پایین میندازم چون تو بالا شیشه نمیتونی. امیر فقط گوش کن. اولا خب اویت عزیز اویت نداری، نکنم تصویر داری احمق. یک کلمه تو گفتی که پیغمبر صحابه خود گفته حتی اگر خدا ناباور بودم او را احترام کن. درسته؟ بریم ببینیم امید دروغ هم ببینیم چه کسی در پیغمبر دروغ بسته کرد. شما نوشته کنید دوستان امی حرف زد یا نزدی؟ گوساله خو نمیفهمه، فقط جیغداد میکنه. میگم آیا گفت یا نه که پیغمبر در صحابه خود گفته پدرت حتی اگر ناباور هم بود او را احترام کن؟ امی گفت یا نه؟ یا من اشتباه شنیدم؟ شما راستش بگید. ما شاید اشتباه شنیدم. آقا امین نفر گفت یا نه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در صحابه خود گفته پدرت حتی اگر ناباور بود احترام کو؟ گفت یا نه؟ گفت. خب بریم ببینیم خود پیغمبر احترام میکرد یا نمیکرد.
ببینیم کی دروغ میگه. فقط اخرج الامام مسلم فی صحیحه، در صحیح مسلم چی آمده؟ ان انس ان رجلا، صحابه آمد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله پدرم کجا هستن؟ پیغمبر گفت در جهنم. فلما قفی دعاه، وقتی که ایگا بزد بعدش گفت ان ابی و اباک فی النار، گفت هم پدر مادر جهنم هم پدر تو. پیغمبر میگه هم ابی پدر ما و هم پدر تو در نار در جهنم هست. اینا رو من این نفر رو بالا میارم، حدیثم روبرویشو میذارم. خودش همین الان گفت پیغمبر گفته حتی اگر ناباور بود احترام کن. اینجا پیغمبر چی گفته؟ بخون. اجازه بده. بخون. اجازه بده. بخون. بگذار را. آله تو گوش کن. سوال میبری بر روایت. تو گفتی پیغمبر پدر خود احترام کنه. کتاب میبری گوش کن. با این کتاب میبری. با این کتاب میبری. آله بس 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 اجازه بده. طرفه نبر ها. طرفه چیه؟ آله ما گفتیم این مادر مادر کنار نبر. بس کنار نبر، از بس نگیز. درست؟ وطنی بگویم برد. وطنی طرفه نمیشه. طرفه بی‌سواد. طرفه بی‌سواد. گوش کن، همین بی‌سوادی که ایمان داشته باشه از تو باسواد بی ایمان که بهتره. تو چی ایمان داری؟ پیغمبر هم اینجا چی من ایمان گفته؟ دارم دا آیت ایمان دارم، ولی تو نداری. من همین آیت قبول دارم که ازواج پیغمبر مادر ماست، مادر مؤمنین است. تو باور داری نداری؟ این رو جواب بده. باور داری نداری؟ خب اینا تو پایین باش تا ما جواب بدم. با خدا همین بهترین کار است که اینا رو پایین بندازی، حرف خودت که زدی بالا بیاری. من تا حالا با این سنی کار نکردم، یه از بس جغداد میکنم. اول پس چی گفت؟ گفت که پیغمبر گفته در صحابی خود، حتی اینا خواه الحمدلله ضبط میشه دیگه. گفت که حتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم در صحابی خود گفت پدر تو حتی ناباور بود احترام کن، در صورتی که خود پیغمبر میگه پدر تو و پدر من در جهنم هست. در پیغمبر دروغ مست دیگه. خودش گفت که پیغمبر گفته پدرت حتی اگر ناباورم ملحد هسته احترام کو. من حدیث از صحیح مسلم آوردم که پیغمبر میگه پدر ما در جهنم هست. یک دروغ خیلی واضح دیگه. حدیث پیش رویش گذاشتم، مگه من آیه را قبول دارم. حالا برگردیم سراغ آیه. ایشان گفت که من قبول دارم که زنای پیغمبر مادران ما هستن. میگه زنان پیغمبر مادران ما هستن. بسم الله. درخواست بده بالا بیا، من همین قرآن رو پیش روی تو بذارم. از این قرآن قرار بود صحبت کنی. بسم الله. من از این قرآن قرار بود صحبت کنم. فقط هم قرآن هست. ایشان گفت که من در همه زنای پیغمبر احترام دارم، همیشه مادرای ما هستن. درستم؟ این رو باید جمعه. خب. به همه آیت ایمان داری نداری؟ یکیست. یک سوال. بله ایمان دارم، مکم نمیشه ازدواج کرد. چی؟ ازواج پیامبر برای مادر مؤمنین قبول داری؟ خدا مؤمن میداده قبول داری شد؟ آها آره، برای مؤمنان مثل مادر نمیشه ازدواج کرد. خودت هم مادر قبول داری؟ گفتم آره مثل مادر نمیشه ازدواج کرد بهش. اجازه بده. گفتم اجازه نه 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 عرف کتم بذار که همه بشنوه، همه بشنوه، اجازه بده. گفتم به خود من گفته رایی هستم، بله من در آیه قرآن ایمان دارم و ازواجه و امهاتهم زنان پیغمبر مادر شما هستند، بله به مانند مادر با اونها ازدواج نمیشه و من ایران قبول دارم که ازواجه و امهاتهم زنای پیغمبر مادران شما هستند. چرقم مادر؟ مادری که نمیشه باش نکاح کرد دیگه. و حرمت ازواج حرمت امهاتهم علیهم، مثل مادرتان هسته. فی انهن یحرم علیهن نکاحن من بعد وفات. اما جور که اگر پدر ما که در خانه هسته از دنیا بره، ما با مادر خود نمیتونم ازدواج کنم، با زن پیغمبرم وقتی پیغمبر بمیره نمیتونم. بله من یایر قبول دارم. چقدر احمق هستی، چقدر داد میکنم. میگم میخوام همه بشنون. بیا گفتم حالا باز سوال بعدی ما جواب ندادی. خب سوال بعدی ما پس پدر دو وفات کرد و مادر نمیتونی ازدواج کنی، احترامش هم نمیکنی؟ چی؟ گفتم با مادر ازدواج کرده نمیتونی، آیا احترامش هم نباید کنی؟ با هر کس که ازدواج نمیتونی باید احترام کنی؟
هر کس نگفتم مادرت، گفتم برادر چرا دیگه سن میبری خب مادر از من احترام تا جای کنی. تا جای احترام میکنم که برخلاف خدا و رسول خب غیر از او اگر مادرت فرزن ایمان نداشته باشه، مسلمان نباشه، یهودی باشه، بازم احترامش نمیکنی؟ نه احترام نمیکنم. یهودی باشه احترام نمیکنم. گوساله، چون الله در قرآن میگه یهود در سرپرستی نگیرید. اجازه احمق کجا سرپرست نیست، به عنوان مادرت احترامش نمیکنم. احمق خاک بر سر میگه اگر آل خر وره بند مانده پشتر جیغداد میکرد، آل خر وره بند مانده میگه مادرت اگر یهود باشه احترام نمیکنی؟ میگم نه. میگه در عنوان سرپرست نه، در عنوان مادر. و پدر نالت سرپرست چه کسا؟ میگن پدر و مادر والدین سرپرستت هست دیگه. میگه مادرت در عنوان دوست دخترت احترام نمیکنی؟ خب احمق، مادر یعنی سرپرست انسان. اگر یهود باشه احترام نمیکنم. چرا؟ چون الله در قرآن میگه یهود و نصارا را سرپرست نگیرید. تو احمق، از قرآنم نمیفهمید. امیه که من گفتم نمیکنم آیه قرآنه، یهود و نصارا را در سرپرستی نگیرید. میگه نه، مادر در عنوان سرپرست نه، در عنوان یک چیز دیگه. در عنوان چی؟ چقدر تو احمق هستی سنی نادان. حال خر وره بند مانده گوش کن، ادب کو نداری خود. این نشانه خانواده و استاد ترس امو باورت هست. این باورت این قدرت رو به تربیه بزرگ کرده که عرض زدن هم یاد نداری. مثل صلی اللہ علیه وسلم هستم، دو مزنم نما بگو صلی اللہ علیه وسلم. تو صلی اللہ علیه وسلم چرا میگی اشتباه؟ چون پیغمبر شما صلی اللہ علیه وسلم هستم. صلی و سلام تو میگی عزیز این ده بار تو گفتی احمد کردی صلی الله علیه و سلم. بحث عوض میکنم. دما بگو که تمام زنهای پیغمبر را آله تو تبری احمد او تبری خلاص شد. میگم تمام زنهای پیغمبر را قبول داری یا نه؟ اجازه بده یک کلمه. تمام زنهای پیغمبر را قبول داری یا نه؟ او فرد آمد تفسیر کرد که تمام زنهای پیغمبر را قبول داری یا نه؟ ازدواج حرام است، ازدواج با زنان پیامبر، درست؟ حالا پایین تر از این بیاین، قرآن این مهم بودن این حرف برای ما برسانده که نه تنها ازدواج هم کرده نمیتونی، این در کجا قرآن گفته ازدواج کرده؟ این تفسیر تراش فکر و برداشت یک فرد است که برای ما برداشت یک فرد است. امی کدام اولاد زنا بود پیشتر خود چی میگفت که شیعه و سنی گفته که ازدواج نمیشه؟ آل ای خب گفته عرض شیعه و سنی گفته ازدواج نمیشه. اینه تو قبول داری؟ کدام اولاد زنا همی گبه میزد که حالی منکر شده میگه برداشت یک فرد است؟ اجازه بده حالی من از تمامی فرد نیست. اولاد زنا برو پایین، اولاد زنا حالی بیخی کلن از گبه خود منکر شده پدر نالد. بیخی اصلا سوالای جدید اینایی که من قرآن آوردم ولش که گپای قبلی خود بیخی منکر شده خود از امی. مگر اما اصلا تفسیر نشانت نداده بودم خود از یه؟ مگر اول نگفت که شیعه و سنی گفته که اول حرمت ازدواج؟ امی که گفت من تازه تفسیر نشان دادم. آلی آمده میگه در قرآن کجا گفته ازدواج نمیشه؟ اون نظر یک فرد بود، او اولاد زنا نظر یک فرد بود. خودت اصلا امیره گفته که من نشان دادم. کلیپت خواه هسته او جاهل نادان امی که حرمت نکاح را اصلا من چیزی نیاورده بودم. تو شله بودی که شیعه و سنی گفتم، من سرت زور کردم گفتم شیعه و سنی چی گفتن؟ گفت حالا خود تو گفتی یک این اول این هسته که باش ازدواج نمیشه. این را که گفتی باز من نشان دادم. الان آمده چی میگن؟ الان آمده میگن نه در قرآن که نیامده حرمت ازدواج، او نظر یک فرد هستم. او پدر نالت خیلی تو چی میگی؟ پس میشه با زن پیغمبر ازدواج کرد؟ شما هم مثل طلحه دیوس هستید. اصلا همی آیه ای که زن پیغمبر مثل مادرت هست ازدواج نمیشه چرا نازل شد؟ چون طلحه دیوس، طلحه اینها بهشتی میدانن، چون طلحه دیوس بی غیرت پیش محمد صلی الله علیه و سلم زنش میگفت که محمد تو بمری من زن تو رو میگیرم. الله آیه نازل کرد که طلحه بی غیرت بی ناموس دیوس زن محمد مثل مادرت هست با ازو ازدواج نمیشه، چه محمد زنده باشه چه مرده. یک خبیث سوله عایشه مال بخی گپ خود منکر شده. میدانید چرا از قرآن فرار میکرد؟ هرچی میخواستم یه آیه را نشان بدم نمیخوند. اینوری دلیل چرا میفهمید؟ ایشالله بود که زنهای پیغمبر تمامش مادر ما هستن. اینمی زن پیغمبر را الله میگه انتتوبا الالله فقط سقط قلوب کما. الله میگه که شما دو زن از راه حق قلبایتون منحرف شده و این تظاهر علیه فان الله هو مولا. میگه شما بر علیه پیغمبر اگر کاری کردید
بداند که الله و جبرئیل و مؤمنان و پاد و ملائک پشتیبان پیغمبر هستند. از این آیه میترسید؟ این آیه راجع به زن پیغمبره. خود الله دو تا زن پیغمبر رو میگه قلب شما فقط سقط قلوبکما. ایشالله بود که زن پیغمبر خوبه 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 خوبه. خود الله میگه، میگه او دو زن هر کاری که کنید من الله با پیغمبر هستم، جبرئیلم با پیغمبر هستم، مؤمنانم با پیغمبرن، ملائکم با پیغمبر هستن. یعنی در یک جبهه، یعنی در یک طرف ما محمد، الله، جبرئیل، ملائک، مؤمنان داریم، در یک طرف دو تا زن پیغمبر. یعنی آیه قرآن هست دیگه، احمق. حالا این دو زن پیغمبر کی بود؟ فقط تو رو بالا میارم اینمی سوال جواب بده. این دو زن پیغمبر کی بودن که بر علیه پیغمبر دسیسه میکردن؟ فقط نام میخوام، خلاص. خب سعی کنید که جواب میده یا نمیده. درخواست خود پس گرفت. در لیست درخواست بود، به الله قسم در لیست درخواست بود، درخواست پس گرفت. باشت دوباره درخواست فرستادم. بیا فقط بگو که این دو نفر کی بودن، این دو زن کی بودن. دو زن کی بود؟ راحت تهمت میزنی. خوب من در لیست درخواست هستم، چرا دروغ میگه؟ هنوزم بس منتظر بودم. خب بسیار، اگر دروغ گفتم تو پس سوال جواب بگو. درخواست دادیم و بالا آوردم، دما بگو دو زن کی بر علیه پیغمبر بود، نام چی بود؟ گوش کن، تو الان سوال ما را جواب نداد، تو در سوال بعدی رفتی. میبینی جواب نمیده؟ یک مورد سوال راجع به زنای پیغمبر. این آیت قرآن آخر چی گفته؟ اجازه بده آخر آیت میده، اجازه بده که الان جواب بده. آخر آیت اگر شما علیش باشن درست است، هیچ عمل تا هنوز انجام نشده، خداوند از قلب ما ماگاست، ذهن ما ماگاست، یعنی زن از انسان از زنان پیغمبر درسته نبود؟ از اول بخانیم. اجازه بده. ما وقت آیت خواندیم، من باشم بخانیم. اجازه بده. از اول بخانیم. چی گفته؟ تو گوش کن، پیام آیت در آخر آیت خلاص میشه. قرآن ما که فرق نمیکنه، از اول بخونم. چی گفتم؟ تو خو خواندی وقت زن ادنا من بگذار مردم رو بزنم. اگر شما چرا قرآن میخوانم میترسی؟ این تتوبا الالله، الله میگه اگر شما دو زن اگر توبه کنید، چرا توبه کنید؟ فقط سقط قلوبکما، چون که قلبای شما از راه حق باید توبه کنه، چون که قلبایتان از راه حق منحرف شده. و این تظاهر علی، اگر بر ضد پیغمبرم کدام کار کنید بدانید. اگر آفرین، خوب است که الله ترجمه اشتباه نمیکنید. آفرین هست. الله، جبرئیل، صالح مؤمنان و ملائک سمت محمد هستند. تمام بگو که امین دوزن است که قرار هست برادر. اگر توبه هشدار است برای زن پیامبر، هشدار برای مؤمنان هم زیاد است. اول بخوان، میگه اگر توبه کنید بدش. بله. توبه در خاطر چی؟ خدا واسه چی زنها رو میگه اگر توبه کنید؟ چی کار کرده بودن که توبه کنید؟ گوش کن، حالا اگر ما یار کسی رو باز کنم باز ده کتاب دیگر میاری. آیا تو از گوش کن عزیز، اگر شما دو زن از کار خود در پیشگاه خدا توبه کنید، امیز دو زن چی کار کرده بودن؟ امی دو زن کی بودن، چه کار کرده بودن که باید توبه کنند؟ این مذهب تو را نمیفهم. مخو شیعه که معتدل است که ایشان ما رفاقت دارم شیعه، با تو شیعه فرق میتره. گوش کن، یعنی فارسی امی دو زن کی بودن، چه کار کردن؟ اجازه بده، خود حرف نمیمونه، حرف زدن. این اشتار است برای کسایی که خود زن پیامبر باشه. امی دو زن کی بودن، چه کار کردن؟ ما اجازه بده، ما کجا بفهمم که زن کی بوده؟ الله اکبر، انگار سخت. بله الله اکبر، بازر باید بگی نمیفهم. تو خب میخوای نال از گرده و ریشت میکشی که کی بوده؟ گرده و ریشه دوستان عزیز. بله از گرده و ریشه و خونه یا چیز رو اضافه میکنی با این بهتان جای تا تعیین میکنی خودت. خب حالا بگو که این دو زن تو خبر نداری، خیر است. گوش کن، نترس، من اجازه نمیتونم بخوام. تو خبر نداری، میدونی چی کار کرده بودن؟ از کار شان و عظیم پیامبر علیه الصلاه و السلام توهین میکنی؟ چطور تو از آخرت نمیترسی؟ از مرگت نمیترسی؟ تو میای با خانه امشی. خب دوستان عزیز، نفر میگه من نمیدونم یک کدام دو تا زن بودن. الله میگه اگر شما از این کار توبه کنید، اینه، اگر شما از این کار توبه کنید. این دو زن کی بودن که خدا میگه از کار خود توبه کنید؟ خبر ندارم کی است. خب چی کار کرده بودن؟ خبر ندارم. بسم الله، ایناری بریم بلافره.
بالاخره رسیدیم، با اینکه خود پاره کرد، با اینکه خود پاره کرد، ولی رسیدیم در اصل قضیه. با اینکه خود پاره کرد که زنای پیغمبر فلان هستن و بسمدان هستن، رسیدیم در اصل قضیه. انار تو را درخواست بده، درخواست بده، درخواست بده، بالا بیا، خود تو بالا باش که من توضیح بدم، بالا بیا، درخواست بده، نترس، بغل کردی، بیا. سنی بغل کرد، سنی بغل کرد، آیه قرآن دیگه، من فارسیش هم پیش شما، عربیش هم. الله میگه اگر شما دو زن از کار خود در پیش خدا توبه کنید، اگر توبه کردید شما دو زن از کار خود، همین دو زن کی بودن، چه کار کرده بودن که خدا منتظر توبهشان بود؟ همین دو زن کی بودن، چه کار کرده بودن خدا منتظر توبهشان بود؟ کجا شد؟ بگیل شد. سنی، وای سنی کشته شد، سنی درخواست نداده، بگیل کرد. کجا شدی؟ اگر درخواست داده بر پدر نالت اسکرین بگیر که درخواست داده من بالا نمیارم. سنی بگیل کرد، فرار کرد. میدانید چرا؟ چون کل زدنش از اولی که آمد قدمی آیه مشکل داشت تا آخر. اگر شما دو زن از کار خود پیش خدا توبه کنید، امی دو زن کی بودن؟ دو زن چی شده بود؟ سقط قلوب و کما، دلهای شما دو نفر از حق و درستی منحرف شده. امی دو زن دلشان از حق و درستی منحرف هستن. خدا میگه توبه کنید از این کار خود. او دو زن از این کاری که کد توبه کنید، چون که توبه کنید، چون دل شما منحرف هستن. سنی بگیل کرد. میدانی چرا؟ در صحیح بخاری معتبرترین کتاب جلد 7 صفحه 28، فقلت له یا امیر المؤمنین، او ده امیر المؤمنین گفتم، ده امیر المؤمنین گفتم، من المرأتان من ازواج النبی، او دو تا زن کی بودن از زنای پیغمبر؟ اللتان قال الله تعالی، که خدا گفت ان تتوبا الالله فقط سقط قلوبكما، توبه کنید از این کارا و دو زن دلتان منحرف شده، کی بودن؟ قال و عجبا لك يا ابن عباس، هما عائشه و حفصه، عائشه و حفصه. عمر ابن خطاب میگه، روایت را خود عمر ابن خطاب میگه. ابن عباس در عمر میگه امیر المؤمنین جان، او دو زن کی بودن که زن پیغمبر بودن؟ خدا گفت که توبه کنید از این کاری که کدید، دلایتان منحرف شده. گفت او خاک در سرت ابن عباس، نمفهمی؟ اونها عایشه و حفصه بود. الله اکبر، وای سنی کشته شد، وای سنی کشته شد، وای سنی کشته شد. این دو زن کی بودن که از راه حق منحرف بودن؟ خدا میگه بترسید، دلتانم که منحرف شده، توبه کنید. اگر نمی کنید، دمی کار خواهی دامه میدید، من الله طرف محمد، جبرئیل طرف محمد، صالح مؤمنین طرف محمد و ملائک طرف محمد، ما در این طرف، شما دو نفر او طرف کی بودن؟ عائشه و حفصه. عمر ابن خطاب میگه از صحیح بخاری، وای سنی کشته شد. کجا شدی؟ چرا دیگه درخواست ندادی؟ الله اکبر، الله اکبر. قندولک، شما در کامنت ها گپایتان میچلن، شما گپایتان در کامنت ها میچلن، بالا که عمادی کلن قضیه فرق میکنه. بالا که آمدی اونو زمان میفهمه که با دست خود گور خود را کنده، با دست خود گور خود را کنده. شما کجا از قرآن سر در میارید؟ در بعضی از آیات ایمان دارید، در بعضی هاشان کافر هستید. در بعضی از آیات ایمان دارید، در بعضی هاشان کافر هستید. او آیه را محکم گرفته که با زن پیغمبر مثل مادرت ازدواج نمیشه. خوبش، پس باید احترام کنی. کی گفته باید احترام کنی؟ من دلیل میارم که احترام نمیشه. خود الله، تو بیشتر میفهمی یا الله؟ الله میگه یعنی دو زن بر علیه پیغمبر هستن، الله میگه یعنی دو زن بر علیه دشمن پیغمبر هستن،
اگر در دشمنی خود ادامه میدید قلبتانم از راه حق که منحرف گشتن، ولی اگر باز کدام کار کنید الله صالح مؤمنین ملائک و جبرئیل طرف محمد است خبر کرده باشد. عمر میگه که هما عایشه و حفصه. عمر میگه در صحیح بخاری میگه عایشه و حفصه. الله اکبر الله اکبر. و قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوق.